من توی یکی از این پستام ادعای یک مقام آمریکایی رو آورده بودم، شورای امنیتشون مشاور امنیت بود، حالا کسان دیگه هم این رو تایید کردن که کار حماس بوده یا جهاد اسلامی بوده. خلاصه طرف مقابل اسرائیل این کارو کرده. اما توی اون نوشته خودم گفتم با توجه به بهره برداری هایی که داره میکنه حماس و جمهوری اسلامی و اینا از این موضوع، در صورتی که تمرکزش باید روی این باشه گروگانا رو آزاد کنه، توقف جنگ بشه، مردم غزه از این وضعیت خلاص بشن، نه روی این چیزا تمرکز نداره. و سابقه‌ای که در کشتار مردم تفنگ ساچمه‌ای، بعد انکار این که ما اصلا تفنگ ساچمه‌ای نداریم، ما نزدیم، فرمانده یگان ویژه بود دیگه، بگردید میگه ما کسی رو نکشتیم، اینا همینجوری افتادن مردن 500 نفر، اون 1500 نفر هم همینطور. بعد هواپیمای اوکراینی، خیلی نکته‌ای وجود داره، بیایم مرور کنیم اون روزها رو، چون ما خیلی چیزها رو از اخبار دنبال میکنیم، اون زاویه استدلال استنتاجی رو نداریم، کارگاهی نگاه نمیکنیم. حالا اون مقامات نمیدونم این کار رو کردن کشورهای غربی یا نه، چه سناریویی پشت این بوده، یعنی این سپاه این موشک رو زده چجوری به این هواپیما، برای چی زده. بیایم سناریو رو اینجوری در نظر بگیریم، چون این حقایق کنار هم وقتی که قرار دادم من یه سناریو دیگه ای بود، ولی این سناریو الان با توجه به این بیمارستان غزه یه دفعه الهام شد بهم، گفتم اینو بگم. وقتی که قاسم سلیمانی کشته شد، ایران، منظورم جمهوری اسلامی، گفتش که ما انتقام سختی میگیریم. آمریکا یعنی دونالد ترامپ گفتش که ایران دست از پا خطا کنه، جوابی میدم که همچین جوابی باشه تا تو تاریخ ثبت بشه. خب اینجا جمهوری اسلامی میاد میگه که ما میزنیم آمریکا رو، اونم جواب سخت میده با موشک، اینو داشته باشی. بعد جوابش این هستش که موشک ها رو میزنه پایگاه عین الاسد، همزمان آمریکا قراره که پاسخ محکم بده دیگه، یعنی موشک بزنه به ایران. یکی از این موشک ها این سناریویی هستش که مردم باید بشنون، یعنی پخش بشه تو اخبار، همینجوری که الان بیمارستان غزه هست. موشک، یکی از موشک‌های آمریکایی به هواپیمای غیر نظامی ایران برخورد کرد. می‌دونی که آمریکا سابقه زدن هواپیمای غیر نظامی ما رو داشته تو خلیج فارس. اون وقت اینو بزنن دیگه، آوان و کشتار و همه اینا میماله دیگه. 98 آخراش بود که قاسم سلیمانی چیز شد دیگه. بعد از اون آوان قاسم سلیمانی یکی از فرمانده هایی بود که اون سرکوبا رو رهبری میکرد و چهره آمریکا در نظر مردم به عنوان یک حامی دموکراسی مخدوش میشد. آمریکا هیچی جواب نداد. خب موشک شلیک شد، اومدن گفتن هواپیما سقوط کرده، بس کجا در بیارن یه دلیلی. اون وقت اون آقایی که اولین فیلم رو منتشر کرد دستگیرش کردن، فیلمی که نشون میداد یه چیزی خورده به هواپیما، دیگه بعدن هم دیگه بقیهش رو دیگه میدونید. این فیلم رو مرور کنید من چی گفتم، این سناریو رو تحلیل کنید. اگر بفهمید چه اتفاقاتی توی غزه داره میفته، خیلی شبیه